یه کوچولو در مورد شرط ها هم صحبت بکنیم توی نامپای. من میتونم نامپای شرط هم بذارم چجوری؟ مثلا بیام اینجا متغیر درست بکنم، بنویسم mtx، ببخشید np.where، خودش هم داره میگه، میگه میتونه شما شرط بذارید، شما با توجه به شرطی که داخلش میذاره دیتا برگردونه. من برمیگردم میگم mtx خب بیاد و جایی که بیام برگردم بهش برگردم بگم که mtx جایی که باقی ماندهش به 5 مساوی میشه به 0 رو این پرینت کن برای من کجا هست. دارم من میگردم میگم جایی که mtx باقی ماندهش به 5 به واقع میشه 0. خب این عنصر صفرم، این یکم، این دوم، این سوم، این چهارم، این پنجم، شش، هفت، شیش و هفت و هشت و ده، نه در واقع. یعنی برگشت گفت جایی که شیش و هفت و نه داری اومد این اتفاق افتاد. حالا حتی میتونستم بزن ساده ترش کنم، برگردم میگم جایی که به مساوی با پنجه فقط شیش و هفت رو برگردم، یه جایی که برگردم بگم مساوی با دو هستش رو بریم یک و سه برگردم، یه جایی که باقی ماندهش به دو مساوی با صفر. اینا رو میتونید شرط ها رو بذارید و ازش استفاده بکنید. این هم دستور where بود، شرط هایی هستش که خودتون دیگه حالا بلد این شرط ها رو توی پایتون میتونید به این صورت ازش استفاده بکنید. میتونیم حتی سورت بکنیم، یا الان نگاه کنید سورت نیست، برگردیم بگیم mp.sort mtx، برید تو دیتا بیاد برام سورت بکنه، ببینید قشنگ من سورت کرد به این صورت و تمام شد قسمت اول نامپای. بحث های دستوراتی که داشت، یه سری دستورات مهمن و ما اومدیم در مورد صحبت کردیم کدوم ها مهم بودن. من دوباره اینجا میزنم. خب اندیم یا دایمنشن برای من مهمه بفهم دایمنشنش چیه، درجه 1D 2D 3D بفهمم چیه، شیپش مهمه، ری شیپش مهمه، از تایپش مهمه که بتونه تایپش رو عوض بکنید. خب دی تایپش مهمه، بدونیم تایپش به چه صورت هستش. اینا مهم هستن توی نامپای. حالا ور یا سورت کردن یا حالا خودتون با سرچ کردن هم میتونید سریع به جواب برسید، ولی خب اینا مواردی هستش که ما توی کارمون احتیاج داریم.